سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. سال جدید و همراه با اون قرن جدید هجری در شرایطی آغاز میشه که متاسفانه کشور افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان در خطر بازگشت به قرون وسطا و عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین سنت های دوران گذشته هستش. البته میدونیم که طالبان چندین ماهه که قدرت رو گرفته. به همین دلیل در برنامه امروز گفتگویی دارم با لطیفه احمدی، یکی از فعالین زن پیشرو و آزاداندیش افغانستان. لطیفه مثل بسیاری از فعالین زن افغانی در از جمله اولین کسانی هستند که پرچم اعتراض علیه بازگشت ارتجاع قرون وسطایی رو چه در کابل، در هرات، در قندهار و دیگر شهرهای افغانستان و چه در تبعید اجباری برافراشته. در این گفتگو تلاشی خواهیم کرد که با فرصتی که در این برنامه داریم با لطیفه احمدی به بررسی اوضاع سیاسی افغانستان و به ویژه وضعیت زنان افغانستان پس از بازگشت به قدرت طالبان برای بار دوم بپردازیم. با درود و سلام به شما لطیفه احمدی و تشکر از پذیرش این گفتگو. اجازه بدید این گفتگو رو ابتدا از وضعیت فاجعه بار افغانستان بعد از بازگشت طالبان شروع کنیم. مسلماً شما بهتر از من و بقیه بینندگان ما اطلاع دارید که وضعیت به اندازه وخیمه در افغانستان که سازمان ملل اعلام کرده که یک فاجعه انسانی در ابعاد بسیار وسیع و عظیم در حال وقوعه و برای مقابله با این بحران انسانی سازمان ملل سعی کرد که به کمک کشورهای عضو چیزی در حدود 4.4 میلیارد دلار کمک اضطراری جمع‌آوری بکنن، ولی خب به هر حال این کشورها نتونستن بیش از 2.5 میلیارد تقریبا کمک بکنن. شما ابعاد این بحران انسانی رو خانم احمدی چگونه ارزیابی میکنید؟ و سوال اینه که همین میزان تعهدی که شده اگر به قربانیان افغانستان برسه آیا واقعا در زندگی اونا و نوع درد و رنجی که میکشن میتونه تأثیری بذاره؟ بفرمایید. سلام خدمت شما، تشکر از تلویزیون راه کارگر که بر ما زمینه را مساعد ساختن تا چند دقیقه با شما صحبت داشته باشم. ممنون از دعوتتان. متاسفانه باید بگویم که وضعیت افغانستان وضعیت فاجعه‌بار است. مردم در وضعیت بسیار بد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قرار دارن. میلیون ها افغان مهاجر شدن و در کمپ های ایران و پاکستان و دیگر ممالک با مشکلات فراوان دست پنجه نرم میکنن و از طرف دیگه میلیون ها افغان در زیر دست طالبان با بحران بسیار شدید گرسنگی و فقر به سر میبرن. این حقیقت دارد. متاسفانه باید این را بگویم که افغانستان به دست فراموشی سپرده شده و ظاهراً امروز سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حامی دولت امریکا به خاطر فریب مردم افغانستان تلاش دارند که کمک جمع آوری کنند و مردم افغانستان کمک کنند، ولی ایران میتونم بگویم که کمک هایی که تال صورت گرفته و پروسه جریان داره بیشتر به شکل سمبولیک است و کمک هایی نبوده که مشکلات اساسی مردم افغانستان مخصوصا زنان را مرفوع بسازه. کمک ها به شکل بیشتر
در حد توزیع چند کمپل و چند قرص نان و یا به شکل قرطاسی که قلم و پنسل و کتابچه بر دانش آموزان مکتب بوده که اینا میتونه که مشکلات اساسی مردم مرفوع سازن. از طرف دیگه چون طالبان بر همه افغانستان حاکمیت داره، بیشترین سود این کمک ها را طالبان میبرن، به خاطر ازی که طالبان به خاطر پیشبرد کارهای دولتی خود در ادارات دولتی خود اینا با کمبود بودجه روبرو هستند و بر طالب مهمترین و بهترین زمینه انمی منبع عایداتی کمک های کشورهای بیرونی است که اینا میتونن از او استفاده کنن. و همچنان ما میبینیم که یک منبع معتبر و شفاف هم وجود نداره در داخل افغانستان که گزارش موثق‌تر و دقیق‌تر از نحوه توزیع مواد که کمک شده بر ما ارائه کنه. بنابراین چون همه چیز در اختیار طالب هست و بیشترین سود هم طالب میبره متاسفانه. بله خیلی ازتون ممنونم. ببینید غیر از این کمک هایی که ظاهراً سازمان ملل سعی میکنه جمع‌آوری بکنه و بده، همیشه مسئله پولی که دارایی‌های افغانستان که توسط آمریکایی‌ها مسدود شده بود همیشه راجبش صحبت میشه که گفته میشه بین 7 میلیارد تا 9 میلیارد دلاره. آیا سازمان‌های مستقلی در افغانستان وجود نداره که اونا خودشون بتونن مستقیماً با سازمان ملل صحبت کنن و از طریق مؤسسات بین المللی بتونن این پول رو بگیرن و صرف مسائل اساسی مردم بکنن؟ چون که خود آمریکا که معتقده که چندین نفر از کسانی که در کابینه طالبان هستن در فهرست تروریستای بین المللی هستن و تحریم شده است. بنابراین این یه تناقضه که پول رو به کسی بدن که تروریست شناخته شده. شما شرایط رو در افغانستان طوری نمیبینید که این نوع سازمان های مستقل بتونن خودشون را اصلا اقدام بکنن؟ ممنون از شما. جای تاسف است که طالبان توسط امریکا و نهادهای بین المللی کشورهایی که امروز بر افغانستان کمک جمع آوری میکنن در افغانستان به قدرت رسیدن و امروز همه کشورها بر حال مردم افغانستان اشک تمساح میریزن و کمک جمع میکنن. جای تاسف است. همچنان امریکا قسمی که شما گفتین در تلاش است که زمینه را مساعد کنه تا همین مقدار سرمایه‌ای که شما گفتین که این در حقیقت پشتوانه افغانستان است، این سرمایه را میخواهد در اختیار طالبان قرار بدن و ما هیچگاه خواهان این کار نیستیم. جهان به خصوص امریکا و این کشورهای کمک کننده اگر واقعاً با مردم افغانستان صادق می بودن و همدردی می داشتن طالبان را به قدرت نمی رساندن. ما شاهد بودیم که چگونه طالبان با دست خالی یک حکومت برحال که دارای پلیس و ارتش بود سرنگون کرد و قدرت را دست گرفت و نیروهای امریکایی، نیروهای ناتو در کابل حضور داشتن، در میدان هوایی کابل بودن که طالبان وارد ارگ شدن و قدرت را به دست گرفتن. چرا ناتو مانی نشدن؟ چرا مانی اشغال افغانستان نشد؟ و همچنان ما شاهد هستیم که روند گفتگوهای صلح بین امریکا و طالبان در قطر قبل از فروپاشی حکومت اشرف غنی تحت نظر همین کشورهایی که امروز بر ما کمک جمع میکنن صورت گرفت و امریکا با طالبان و گروه حقانی که عامل هزاران انفجار و انتحار و کشتار زنان و کودکان افغان بود توافق کرد و افغانستان زیر نام تامین صلح به گروه طالبان تحویل داد و این حقیقت است و شواهد و مدارک بسیار زیاد در زمینه وجود دارد. بنابراین
اگر این سرمایه آزاد شود مستقیم در اختیار طالبان قرار میگیره و این گروه تروریست بیشتر پایه‌های خود در نهادهای مختلف افغانستان مستحکم‌تر می‌سازد و بیشتر شکنجه ها و فعالیت‌های ضد بشری خود تشدید می‌بخشد. بله، صحبت های شما خوب کاملا درسته، منم از شما میپذیرم. به همین دلیل بود که سوالم رو اینطوری مطرح کردم که اگر سازمان های مستقل مردمی میتونست به وجود بیاد، شاید میتونست مستقیما با سازمان های بین المللی صحبت بکنه و راهی برای آزاد کردن این پول در نظر بگیره. البته شما به درستی در مورد جنایاتی که آمریکایی‌ها در افغانستان انجام دادن اشاره کردید که خود اینها طالبان رو سر کار آوردن و خودشون هم به اون شکل افتضاح فرار کردن، که البته خب بار اول نبود، برای ملت سازی به عراق هم رفتن، عراق رو به خاک و خون کشیدن و در دهه 60 و 70 هم در آمریکا به همین ببخشید در ویتنام به همین اسم رفتن و به اون شکل فضاحت‌بار، به شکل فرار، چیزی شبیه فرار از افغانستان. بنابراین برای مردم روشن میشه و به اصطلاح فراموشی تاریخی به کسی دست نمیده که آمریکایی‌ها هر وقت میان جایی به اسم کمک به مردم، در حقیقت فقط برای منافع ثروتمندای خودشون، نه برای مردم توده های زحمتکش ساکن آمریکا. ببینید، با توجه به که صحبتی که شما کردید، اجازه بدید در مورد مهاجرت از افغانستان از شما بپرسم. بعد از اومدن مجدد طالبان، خب طبیعتاً اقتصاد افغانستان از هم پاشید و یک فاجعه انسانی به وجود اومد که اون موج مهاجرت از افغانستان به شکل توده‌ای بود، نه یک نفر و دو نفر، گروه گروه و خانواده ها با هم دست به ترک کشور عزیز خودشون افغانستان زدن. طبیعتاً دو تا کشور نزدیک، یکی پاکستان بود یکی هم ایران، که این دوتا کشورهای همسایه هستن که شاید هم بشه گفت بیشترین تعداد پناهندگان رو تا به حال در خودشون جای دادن. اما با اخباری که به هر حال ما از ایران داریم و من فکر میکنم شما هم باید داشته باشید، وضعیت پناهندگان افغان در ایران که توسط جمهوری اسلامی کنترل میشه زیاد جالب نیست و حتی دولت که مسئول ارائه امکانات، نه اینکه امکاناتی نمیده، حتی سعی میکنه که روحیه مردم ایران رو در پذیرش خواهر و برادران افغانی خودشون هم خراب بکنه. همین دیروز و پریروز، دو سه روز گذشته در اخبار بود که افغانهای ساکن هرات به نمایندگی جمهوری اسلامی اعتراض کردن، دم در اونجا جمع شدن و بر علیه بدرفتاری با خواهر و برادران افغانی ساکن ایران اعتراض کردن. شما فکر میکنید که این مسئولیت اخلاقی رو نباید انتظار داشت که حداقل اگر دولت جمهوری اسلامی که خب طبیعتش معلومه که ضد انسانیه، ولی شاید سایر مردم ایران این مسئولیت اخلاقی رو بپذیرن و با آگاهی بیشتر از خواهر و برادرای افغانی خودشون حمایت بکنن، به اونا جا بدن و مشکلاتشون رو برطرف کنن. نظرتون چیه؟ بدبختانه میخوایم به آخرین ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه اشاره کنم. واقعا ویدیوهایی را که میبینیم، رفتار برخورد دولت ایران با مهاجرین افغان رفتار غیر انسانی هست و همین رفتار غیر انسانی بود که خشم افغان‌ها را چی در داخل افغانستان برانگیخت و چی در خارج. ما شاهد بودیم که در چند روز گذشته بر نمایندگی ایران در هرات خلاصه هجوم بردن و دروازه را
دروازه کنسولگری را میدان کردن و دیوارهایش را سر پرتاب کردن، به شکل در کابل اعتراض کردن، در امریکا اعتراض کردن و این بیشتر مهاجرین افغان هست که درد او افغانایی که در ایران بند مانده او را حس میکنن، به او خاطر به دفاع از اونا صدا بلند میکنن. ببینیم قسمی که شما گفتین در حدود فکر میکنم 5 میلیون افغان به ایران مهاجر شدن و این افغان ها از اندکترین امکانات برخوردار نیستن. خانه برشان داده نمیشه، مسکن داده نمیشه، در شغل و کار استخدام نمیشه، حتی شنیدم که تهدید کردن نهادهایی که سازمانهایی که کار میدن بر مهاجرین، گفتن اگر بر مهاجرین کار بدن جریمه صورت میگیره و مقدار جریمه را بسیار گزاف تعیین کرده و همچنان اطفال از اجازه نداره به مکتب برن و شما میفهمین که افغان ها شاقترین کارها را در ایران انجام داده سالای سال و دستمزدشان بسیار ناچیز بوده و حتی دستمزدی که برشان داده میشده به وقت زمان داده نمیشه. همیشه توهین تحقیر صورت میگیره، همیشه مورد لطف کوب و شکنجه قرار میگیره، ولی افغان ها به دلیل اینکه با داخل افغانستان مشکلات دارن، قسمی که شما اشاره کردین، اینا مجبور از کشور خود ترک کنن و دیگه کشورها پناهنده شن. و این ما هم باید بدانیم که تا وقتی که یک شهروند مجبور نباشه هیچ وقت سرزمین و خانه و کاشانه خود ترک نمیکنه و با عنوان انسان درجه دوم و درجه سوم دیگه کشور نمیشه. بنان ما و شما خود ما فعلا مهاجر هستیم، خدا کنه که سالهای سال ما در یک کشور زندگی کنیم ولی بازم با عنوان انسان درجه دوم شناخته میشیم. چرا؟ چون ما مجبور هستیم که به خاطر پیشبرد زندگی خود، به خاطر آینده اولاد خود فرار کنیم و جای دینج مربوط ایرانی های با وجدان و آگاه هستن که در مقابل سیاست های غلط و تبعیض آور دولت ایران استادگی کنن و با مهاجرین افغان منحس یک انسان رفتار کنن و با آنها همدردی و همدلی داشته باشن تا کم از سرگردانی و دغدغه ها و تشویش هایشان کاسته شود. و دولت ایران اگر دروازه های خود برای مهاجرین افغان باز میمانن، باید تمام شرایط مهاجرین عملی بسازن، تمام قوانینی که دیگه کشورهای مهاجر پذیر انجام میدن باید رعایت کنن. در غیر از او باید هیچ اجازه نده مهاجرین که داخل بیا، زمانی که پذیرش نداره، زمانی که امکانات نداره، زمانی که من حس یک حیوان از یک انسان استفاده میشه، بهتر همیست که دروازه خود بسته کنه، اجازه نده که بره. خوب است که در داخل افغانستان بمیرن. امیال شرایط افغان ها در داخل افغانستان و در ایران هیچ تفاوت نداره، حتی در ایران بیشتر توهین تحقیر میشن. پس فرار از ما از زیر سایه طالبی که شمشیر در دست شست و صدا بلند کنن سر میبرن، چی تفاوت داره که در ایران بر حیوان و سگ خطاب میشن؟ ایرا خود شما میتونین یک کم چی کنین. بنان ما از یک تعداد برادران و خواهران ایرانی خود شکرگزار هستیم که اونا صدای خود بلند کردن و چند موضوع بود در سوشال میدیا که من متوجه شدم که حتی روان کردن در شبکه های افغانی، روان کردن که معذرت خواستن از افغانها که خود ایران قسمی که خودشان گفتن و ما میفهمیم که دولت ایران بر ایرانی های خود کار نکردن، ایرانی های خود فراری ساختن. بنان ما از دولت ایران چون ماهیتش و از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبان فرق ندارن، با او خاطر ما هیچ انتظار از دولت ایران نداریم، ولی از مردم ایران چون مردم با سواد است، مردم هست که میفهمن مشکلاته که چرا مهاجرین اینجا آمدن، چون اکثر ایرانی های خود ما امیال در سویدن در جایی که ما هستیم بسیار زیاد ایرانی هستن که ما بسیار روابط خوب داریم با اونا، اینا درک میکنن که چرا آمدن اینجا. ایران خود نسبت به افغانستان از هر لحاظ پیشرفته است، امکانات دارن، چرا اینجا آمدن؟ به خاطر از اینکه دلیل داشتن، نمیتونستن صدای خود بلند کنن، مشکلات بود که ایران را ترک کردن اینجا آمدن. بنان باید از دل افغانای ما کم بیاین. بله متوجه هستم، خیلی هم عمیق صحبتی که شما میکنید. اگر کسی بشنوه که شما به چه مسئله جدی دارید اشاره میکنید،
ببینید از موقعی که طالبان سر کار اومد برای بار دوم، خب در مجموع زنان در شرایط خیلی بدی قرار گرفتن از همه نظر، که اگر بخوایم همه اونا رو اشاره بکنیم مسلما تو وقت محدود این برنامه امروزمون نمی گنجه. ولی یکی از مسائلی که خب خیلی برجسته بود مسئله تحصیل دختران بود و مدرسه رفتن دختران. از همان روز اول به محض اینکه طالبان اومد با سابقه ای که از دور قبلی حکومتش وجود داشت، همه میگفتن که مدارس مسلما بسته میشه، مدارس دخترانه منظورمه. و خب گاهی وقتی سخنرانان یا صاحب نظران طالبان میگفتن نه اینطوری نیست، حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه. بعد از به هر حال 5-6 ماه که گذشته، توی اواخر آوریل امسال اجازه ندادن که مدارس دخترونه باز بشه و این باعث خشم شدید دختران شد و معلمان زن، چون که به معلمان زن هم اجازه نمیدادن که برن سر کار. بعد از اینکه طالبان به وجود اومد، به قدرت رسید و دختران افغان که مدرسه رو هستن و معلمین زن شروع کردن به اعتراض کردن، شما این جنبش زنان افغان رو چجوری میبینید؟ آیا واقعا این جنبش در جامعه افغانستان ریشه دوونده یا نه؟ و اشکال مختلف مبارزه زنان در افغانستان رو به چه شکل میبینید؟ آیا چون که بارها کلیپ هایی دیده شده که زنها در خیابان راه میرن و چند تا پلاکارد دستشون هست و شعارهایی میدن برای گرفتن حقوق خودشون یا برای مقابله با سیاست های طالبان، فکر میکنید که اشکال نافرمانی مدنی شکل مشخصی در افغانستان گرفته برای بخصوص زنان و دخترانی که مدرسه، دانشگاه یا دبستان و دبیرستان میرن برای درس خوندن؟ یگانه امید مردم افغانستان همین جنبش خودجوش زنان افغانستان است. ما شما شاهد هستیم که زمانی که طالب بر بار دوم سر قدرت رسید، اولین بار همین زنان بودند که به خیابان‌ها سرازیر شدند و به خاطر حقوق خود صدا بلند کردند. اما متاسفانه به شکل بسیار بی‌رحمانه از طرف طالبان سرکوب شدند. یک تعداد از زنان مبارز لتو کوب شدند و راهی زندان شدند، یک تعداد از زنان ناپدید شدند و حتی ویدیوهای اعتراف اجباری ازشان گرفته شد و مورد شکنجه و توهین تحقیر قرار گرفتن. ولی با تمام ای ببند و بزنها و زندانی ساختنها، باز هم موفق نشدن که صدای زنای افغان به کلی خاموش بسازن. زنان به هر شکلی که میشه در هر گوشه کنار افغانستان که میتونن صدای خود به یک نوع بلند میکنن. قسمی که دیدیم که در مکتب دخترها، زمانی که طالبان در شروع گفته بود که ما مکتب باز میکنیم، ما مشکل نداریم، چون به خاطر از اینکه مشروعیت کسب کنن در شروع کار خود، به خاطر از اینکه رسمیت ببخشن به امارت خود، اینا وعده های دادن و حتی گفتن ما با رفتن زنان در ادارات دولتی کار نداریم، ما حقوق زنان تامین میکنیم، ما با مکاتب دختران مشکل نداریم، ما تغییر کردیم. ولی امی ما بودیم، ما زنهای افغان بودیم که اینا ماهیت از اینا را درک کرده بودیم و صدا بلند کردیم که طالب تغییر نکرده، پوش کنیم، فریب نخوریم با ادعای از اینا. و اون روز به روز با گذشت 6-7 ماه ثابت شد که طالب همان طالب است، با مو افکار زن ستیزانه، با مو افکار تروریستی خود که مانی همه پیشرفت جامعه میشه. و چیزی که ما میخوایم اشاره کنم که تا به حالی که این یا این گروه تروریست به رسمیت شناخته نشده، یک دلیل عمدهش اعتراض زنا بوده، اعتراض نمی اعتراضات بوده که در این صورت گرفته. با وجود از اینکه فعلا اگر ما ببینیم
سطح احترازات کاهش یافتن نسبت به روزهای اوائل به خاطری که تهدیدات صورت گرفت، به خاطر از اینکه کشتن، به گلوله بستن، زنان از طرف شب اختطاف میکردن میبردن. بناهن فعلا اعتراضات هست ولی نه به منوالی که در اوائل بود به دلیل تهدیدهای و شکنجه های فراوانی که در اونجا جریان داره، ولی باز هم زنان صدای خود بلند میکنن. هر سیاستی که طالب وضع میکنن در مقابل از او استاد میشن، در تلویزیون ها ظاهر میشن، مصاحبه ها میکنن و حتی حاضر نشدن چادری بپوشن که یک نافرمانی دیگه بود که اینا کردن. و در آخر در روزهای آخر میبینیم که چطور زنان مبارز بامیانی در جلو چشمای طالبان بینرها و پوسترهایشان پاره کردن و به یک اعتراض دست جمعی دست زدن. این همه اعتراضات است که اینا نافرمانی های طالب است که میکنن. علاوه بر ازی یک تعداد از زنایی که ما مستقیم در تماس هستم امرایشان، اینا به فعالیت های آموزشی و اقتصادی مخفیانه خود شروع کردن. به هر شکلی که اینا تلاش میکنن و میکنن صدای خدا بلند میکنن و خاموش ننشستن. بله، خیلی شما به درستی گفتید که شاید تنها اعتراض همبسته و گسترده‌ای که در افغانستان وجود داره اعتراضات زنانه و به شکل علنی دیده میشه. خب مسلمه که زنان افغانستان نصف جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن و نمیشه از به اصطلاح چشم بس روی اعتراضاتشون. اما در مورد آموزش و پرورش و درس خوندن در مورد زنان و دختران افغان که صحبت میکردیم، این تنها هیته ای نیست که زنان افغانستان در اون فعالیت میکنن و با قدرت و شدت اون رو ادامه میدن. زنان افغانستان خب اطلاع دارید در عرصه‌های ورزشی خیلی پیشرفت کردن، در خبرنگاری، همینطور در رسانه ها، به خصوص خب رسانه های به اصطلاح مردمی و همگانی که در دسترس همه هست، در ادبیات، در هنر، تئاتر، سینما، اینا دستاوردهای خیلی درخشان و غیر قابل انکاری به دست آوردن. حالا که طالبان چندین ماه بر سر قدرت نشسته، هرچند که از طرف دولت‌های جهانی مورد قبول قرار نگرفته و شناسایی نشده، ولی تا چه حد میتونه روی این نوع فعالیت‌های زنان تأثیر بذاره و زنان چه کارهایی میکنن که بتونن از زیر یوغ طالبان آزاد بشن و نذارن صداشون خفه بشه؟ خب قسمی که شما فرمودین، طالبان انسان‌های کهنه فکر و جاهل هستند که نه تنها با مکتب رفتن دختران مخالفت دارند، که با تمام بخش‌های پیشرفته اجتماعی و سیاسی کشور مخالفت دارند. شما شاهد بودین که با مجردی که طالب قدرت به دست گرفت، متاسفانه تمام آثار تاریخی فرهنگی افغانستان نابود ساختن، به مکتب موسیقی هجوم بردن، وسایل موسیقی را شکستاندن و همچنان آثار نقاشی هایی که نماد تاریخ و فرهنگ افغانستان بود پاره و تکه و پارچه کردن و به این شکل هیچ بخشی نبود که صدمه ندیده باشه. و در زمینه ورزش و هنر و تئاتر خو یه خو گپ بسیار پالاست که طالبان دشمنان سرسخت برنامه های مدرن مثل هنر و ورزش و تئاتر اینا هستن. بناهن اینا در هیچ زمینه سازش ندارن، در هر زمینه که داشتن سرکوب شدن و هیچ فعلا هیچ بخش نیست که امیدواری داشته باشه که ما میتونیم در این زمینه پیشرفت کنیم. و شاهد بودیم و دیدیم که هنرمندا و ورزشکارای افغانستان به کشورهای مختلف پناهنده شدن و یک مدت بسیار طولانی نیاز است که کشور دوباره از چنگال این تروریست ها رها شود و ما دوباره این هنرمندا را در صحنه داشته باشیم.
متاسفانه بر فعلا هیچ امیدواری در این زمینه وجود نداره. ولی جای تاسفه، ولی خب به هر حال با مبارزه مداوم امیدواریم که بتونن راه حلی رو پیدا بکنن. در همین رابطه که الان صحبت میکنیم در مورد هنر، ورزش و امثال هم، خب من اطلاع دارم خیلی از زنای مترقی افغانستان در خارج از افغانستان البته شعر میگن، کتابای شعرشون پخش میشه، داستان مینویسن، داستانهای کوتاه یا بلند، اونها رو چاپ میکنن و در تیمای ورزشی کشورهای اروپایی که ساکن شدن فعالیت میکنن و خب این خودش یک امیدیه که بتونن در تماسی که با زنان داخل افغانستان دارن بتونن روی اونها هم تأثیر بذارن. اما اجازه بدید به یه مسئله که تازگی اتفاق افتاده، البته در ایران اتفاق افتاده، ولی از اونجایی که خیلی از مسائل ایران و افغانستان به هم پیوسته است و پیشرفت در یک کشور میتونه تأثیر بذاره روی پیشرفت رو کشور بعدی و یا عقب نشینی در یک کشور میتونه تأثیر بذاره روی عقب نشینی کشور همسایه دیگه. واقعی که میخوام بهش اشاره بکنم مسابقه فوتبالیه که بین تیم ملی فوتبال ایران و لبنان در مشهد انجام شد چند هفته پیش که حدود 2000 زن در ایران البته بلیت ورود به این بازی ها رو خریده بودن، اما از طریق قوه سرکوبگر پلیس و پاسداران به اینا اجازه ندادن برن توی استادیوم و با اسپری فلفل اینا رو متفرق کردن. علت این که این رو با شما در میون میذارم اینه که ایران و افغانستان تنها دو تا کشور جهان هستن که زنان اجازه ورود به ورزشگاه رو ندارن. این خیلی عجیبه، حالا شاید هر دوشون به خاطر اون فلسفه متحجر اسلامی باشه که این کار رو میکنن، نمیخوام نظر بدم، ولی به هر حال واقعیه که داره اتفاق میفته. شما همبستگی فعالین زنای ایرانی به ویژه فعالین حقوق زنان رو با فعالین زن افغانستانی رو چطور میبینید و همبستگی متقابل زنای افغان با زنای ایران رو چطوری ارزیابی میکنید؟ تأثیری دارن با هم؟ آیا هیچ تماسی با هم دارن؟ به هم کمک میکنن یا از تجارب هم دیگه درس میگیرن؟ دقیقا قسمی که شما اشاره کردین، سرنوشت زنان افغانستان و زنان ایران یکسان است و همه قسم که زنان در افغانستان تحت ستم و ظلم طالبان به سر میبرن، زنان در ایران از زیر ساطور آخوندهای ایرانی هستند و سرنوشت هر دوی اینا یکسان هست و به می خاطر هست که اینا درد همدیگر را بیشتر درک میکنن، از دل همدیگر بیشتر میاد. جا داره که من از زنان آگاه ایران، از نهادهای عدالت خواهی و آزادی خواهی ایران تشکر کنم که اینا بعد از به قدرت رسیدن طالبان با ارسال اعلامیه هایشان همدردی و همبستگی خود با مردم افغانستان مخصوصاً با زنان اعلام کردند و چندین اعلامیه ها ما به دست آوردیم و همچنان تا حدی که در توان داشتن در مطبوعات که دسترسی داشتن از زنان آگاه افغانستان دعوت کردند تا سخنرانی هایی داشته باشند و صدای خفه زنای افغانستان به جهانیان برسانند که این خودش بر مردم افغانستان مخصوصاً بر زنای افغانستان بسیار با ارزش است و در حقیقت یک پشتوانه احساس کردیم که ما یک پشتوانه داریم، یعنی زنان آگاه ایران در پشت سر ما ایستاده هست و مخصوصاً خودم در چندین برنامه هایی که سرفشان دعوت شدم، برنامه های واقعاً آموزنده و برنامه های خوب بود و من تشکر میکنم. امیدوار هستم در آینده حلقات مستحکمتر بین مدافعین حقوق زنان، جنبش های آزاد و خواهی مردم ایران و افغانستان بیشتر شود و چون هر دو کشور، هر دو ملت، هر دو کشور، مردم هر دو کشور از یک سرنوشت برخوردار هستند و تحت فشار و ظلم جاهلین قرن قرار دارند و امیدوار هستم این همبستگی بیشتر شود
چیزی که در گذشته های دور، در گذشته های نزدیک بسیار کم رنگ بوده و نهادهای ایرانی مخصوصا جنبش های آزادی خواهی و جنبش های مردمی ایران مخصوصا مدافعین حقوق زنان میتونستن بیشتر فعالیت های خود با زنان افغانستان داشته باشند، چون اینا تجربه چندین ساله دارد، 43 سال است که خودشان رنج میبره از حضور ایتا یک حکومتی که فعلا در ایران حاکم است. بنابراین اینا چون تجربه کافی دارن میتونن یک پشتوانی بسیار خوب بر زنان افغانستان باشه و با همکاری مدافعین حقوق زنان افغانی در بیرون که در کشورهای بیرونی که ایرانی های ما هستن اینا میتونن اتحاد کنن، میتونن نهاد مشترک را بسازن بر دفاع زنان در هر دو کشور و میتونن اینا از بیرون این دو کشور نهادهایی که در داخل قید هستند و اونجا بند ماندن میتونن اونا را راهنمایی کنن، اونا را رهبری کنن، برشان سازماندهی کنن فعالیت هایشان و این یگانه کار است که ما بیرون از کشور میتونیم انجام بدیم. بله کاملا درست میگه. در واقع شما باید مطلع باشید که گروهی از زنان ایران که شاید متشکل از 24 یا 27 سازمان و تشکیلات مختلف هستند با هم فعالیت هاشون رو همگون و همسان کردن و در مسائل خاصی با هم موضع می گیرن، مثلا برای 8 مارس یا اول ماه می و اتفاقات دیگه‌ای که می افته که من امیدوارم بین تشکیلات، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف زنان افغانستان، منظورم زنان مترقی و پیشرو افغانستانه، اونا هم بتونن با همدیگه دست به اتحادهای عملی بزنن و صدای خودشون رو قوی‌تر به گوش مردم جهان و به خصوص مشت محکمی به صورت طالبان بزنن. اجازه بدید چون که وقت زیادی نمونده برای ما، وقت شما را من خیلی گرفتم، سوال بکنم از شما در مورد جبهه مقاومت ملی که بعد از روی کار اومدن طالبان، البته خب خیلی سر و صدا کرد و خیلی ها فکر میکردن که نیروی خواهد بود که میتونه به رهبری احمد مسعود میتونه جلوی طالبان رو بگیره و این روزها در رسانه‌های اجتماعی زیاد این به گوش میرسه که قیام علیه امارت طالبان در بهار امسال شروع میشه. خب این مسلماً باید منظور همون جبهه مقاومت ملی باشه که مقاومت مسلحانه خودشو در پنجشیر شروع کرد. همونطوری که اشاره کردم اوائل فکر میکردن خیلی از ناظرین سیاسی که ابعاد بزرگی میگیره ولی اون انتظار هنوز برآورده نشده. غیر از اون هم در ماهای ژانویه و بعد در فوریه دو تا اتفاق افتاد، یکی که مرتبط با خانواده احمد خان بود و دیگری هم عنایت الله که از فرمانده های پیشین محلی بود که به طالبان پیوست و بعد فرار کرد و رفت تاجیکستان و در بدخشان جنگ رو آغاز کرد. شما در مجموع چه ارزیابی از مقاومت جبهه مقاومت ملی دارید؟ البته من قبل از اینکه شما به پاسخ بپردازید بگم که ما به اصطلاح سازمان کارگران انقلابی ایران در جهت حمایت یا تشویق و ترغیب جبهه مقاومت ملی افغانستان نیست، چون که اون رو نیروی نمیبینه که بتونه خواستای کارگران و مردم زحمتکش و پایه افغانستان رو به وجود بیاره، ولی از اونجایی که شاید تنها نیروی باشه که بتونه با طالبان درگیر بشه، از این نظر بعد به هر حال یه تعدادی از مردم افغانستان هم چشم به اون دوختن. میخواستم ببینم که نظرتون چیه، چه ارزیابی ازش دارید، آیا واقعا میتونه کاری بکنه؟
ما افغان ها یک اصطلاح داریم که میگه آزموده را آزمودن خطاست. متاسفانه باید بگویم که افغان ها یا افغانستان از این نوع مقاومت ها خاطره خوب ندارند. و رهبران جبهه مقاومت ملی بیشتر کسانی هستند که در دولت پیشین در افغانستان پست های مهم دولتی را داشتند و اینا در ظرف 20 سال بجز افزودن به سرمایه‌های شخصیشان، بجز از اعمار ساختمان‌های بلند منزل در کابل و دیگر ولایات، کار دیگر بر مردم افغانستان نکردند و مردم افغانستان اینا را به عنوان دزد، چپاولگر میشناسند و هیچگاه سر از نا اعتماد نمیکنند و ندارند. ما شاهد بودیم که در دهه 90 اینا سر قدرت بودند. اینا حتی جنایاتی را مرتکب شدند که طالب نشدند. بنان از لحاظ ایدئولوژیکی از هر لحاظ طالب با این جهادی هایی که افغان ها به نام جهادی ها اینا را یاد میکنند تفاوت نداره، حتی خشنتر بودند اینا. بنان هیچ امید وجود ندارن که اینا بتانن طالب اول طالب شکست بدن و دوم اگر اینا فرزن دوباره بتانن بیان قدرت به دست بگیرن دوباره امو دهه 90 تکرار میشن و افغانستان وضعیتش باز هم وخیمتر و وخیمتر میشه. امروز مقاومت های سمبولیکی که اینا انجام میدن در دو سه منطقه که اینا پیشرفت های داشتن و تبلیغات داشتن بیشتر به خاطر حفظ سرمایه های به دست آورده 20 ساله خود هستند. نمیخواین سرمایه خود از دست بدن و تلاش میکنن که به یک شکل در درون حکومت طالب هم نفوذ کنن. اگر طالب باشه اینا رو هم سهم بده. بیشتر هدفشان همین مسئله است. یک واقعیت تلخ وجود داره که مردم پنجشیر فقیرترین و بدبختترین مردم هستند در افغانستان. و اما رهبرای پنجشیر که شما شاهد بودیم که وزیر داخله بود و در پارلمان افغانستان بود، اینا بر مردم خود منطقی خود کار نکردن و اینا را از فقر و بیچارگی نجات ندادن. چی رسد که باز در افغانستان دوباره اینا سر قدرت بیان بتانن بر ملت افغانستان اینا صلح بیاره و استفا بیاره و امکانات بیارن. هیچ امکان ندارن و مردم انمیال فعلا میبینیم که رهبرای از اینا کلشان در کشورهای خارج فرار کردن، اما دم توپ مردم عادی پنجشیر دادن و مردم پنجشیر ایرا یک تعداد از مردم پنجشیر که با سواد هستن، آگاه هستن، میفهمن که از اینا سوء استفاده قرار گرفتن. همیشه از نام ملت پنجشیر، از نام ملت های دیگر افغانستان اینا سوء استفاده کردن به خاطر اهداف خودشان. بنان باید هوشیاری خود حفظ کنن و بیشتر از این مورد استفاده ای اینا قرار نگیرن. خیلی ممنونم از این توضیح جالبی که دادید. به هر حال نظر شما صائبه برای ما. در مورد جنبش زنان افغانستان باز میخواستم نظر شما رو بدونم. میدونید که امیدی که به جنبش زنان در افغانستان برای پایان دادن به این حکومت قرون وسطایی هست، مسلماً این جنبش اگر در کنار اردوی کار و زحمت و کارگران قرار بگیره تبدیل به یه موتور محرک رهایی واقعی میشه برای دست پیدا کردن به آزادی و برابری. خب در این عرصه مسلماً از سازوکارهای جوامع طبقاتی که کهتری یا کوچکی زنان رو از خانواده حتی نهادی میکنه، خب جنبش زنان میتونه با این مبارزه بکنه که دیگه مادران ما، خواهران ما در خانواده فرقی آنچنان بین پسر و دختر نذارن و نگن که همیشه پسر مقدم اوله و باید از خیلی مسائل استفاده ببره ولی دختر باید بشینه تو خونه و مثلا مدرسه نره، فقط آشپزی بکنه، نظافت بکنه و امثال هم همین مسائلی که در حقیقت در اکثر خانواده های نه فقط افغانستان بلکه خاورمیانه وجود داره. برای مبارزه با این قضیه خب جنبش زنان خیلی مهمه.
شما به عنوان یک فعال آزادی خواه و برابری طلب این چشمانداز رو چطوری میبینید؟ آیا جنبش زنان میتونه با این مسئله فرهنگی مبارزه بکنه؟ آیا تا به حال شروع کرده؟ آیا بهش اشاره کرده یا نه؟ ممنون از شما. ببینید، ما به توانایی زنان مخصوصا به جنبش معترض نوین افغانستان باورمند هستم. صدای اعتراض همین زنان بود که طالبان به لرزه انداخت و وحشت زده شدند، و دلیلی که امروز طالبان اساسیت بیشتر در مقابل اعتراضات زنان انجام میده همین است که اینا از اعتراض زنان به وحشت آمده و خلاصه اینا را گورکن خود میدانند. به او خاطر تلاش میکنه که از هر نوع پیشرفت و اعتراض زنان جلوگیری بکنن، ولی طالبان ای را باید خوب بدانند که زنان افغان زنان 20 سال قبل نیست که با هر سیاست پوچ و بیمانیشان سرخم کنن و تسلیم شوند. نه، ما دیدیم که اعتراضات زنان در گوشه و کنار افغانستان، حتی در ولایات دوردست و عقب مانده، نشان داد که زن افغان زن 20 سال قبل نیست، زن آگاه شده و از حق خود در مقابل شما دفاع میکنن. ولی یک حقیقتی که باید بگویم این هست که جنبش زنان افغانستان یک جنبش منسجم نیست، یک رهبری نداره و پراکنده هست. در هر ولایت به شکل گروهی اینا اعتراضات خودجوش از خود زنان هست و این کمبودی کلانی که فعلا در افغانستان وجود دارن که ما یک جنبش منسجم که با یک رهبری واحد سازماندهی شود و فعالیت های عدالت خواهی از نام تنظیم شود وجود نداره. به می خاطر هست که نتیجه مثبت نمیتونن از اعتراضات خود داشته باشن. هر دفعه که اینا اعتراض میکنن سرکوب میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن. ولی امیدواری هست در هر ولایتی که هست، ما میگیم قطره قطره دریا میشن، بنابراین نباید ناامید باشیم و جنبش زنان بیرون از افغانستان، قالین زنان افغان که در خارج از افغانستان پناهنده شدن، اونا میتونن نقش داشته باشن در منسجم ساختن این گروه ها و نهادهای مختلفی که با عنوان زنان معترض جمع شدن. و اینا امیدوار هستم که تمام نهادین مدافعین حقوق زنان مخصوصا زنان ایران با فعالین زنان افغان همدست باشن و اینا برنامه های منسجم به خاطر پیشبرد فعالیت های زنان جنبش زنان در افغانستان داشته باشن. و من مطمئن هستم اگر جنبش زنان زمینه داشته باشند، در هر بخش میتونن نقش های خوب از خود ادا بکنن و در زمینه فرهنگی که شما گفتین ما مبارزه ها کردیم، خودم در بخش کار میکردم که در همین بخش که شما گفتین که ما میخواییم محو کنیم امی تفاوت های بین جنسیتی که در افغانستان وجود داشت و ما بسیار زیاد نمونه هایی داشتیم که ما با او مبارزه کردیم و دستاورد هایی داشتیم در زمینه. در مدت 20 سال من خودم مستقیما در این بخش سرکار داشتم. به این شکل من امیدوار هستم با مجرد که زمینه یک کم بر جنبش زنان مساعد شود، اینا فعالیت های خود را به شکل عالی پیش میبرند. احمدی، واقعا لطف کردید که وقتتون رو به این برنامه دادید و صحبت های خیلی جالب و مربوط به مسائل افغانستان رو با ما و بینندگان ما در میان گذاشتید. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم از وقت شما و از اطلاعات شما، از تخصص شما استفاده بکنیم و بتونیم با سایر بینندگان و شنوندگان فارسی زبان افغان یا ایرانی در ارتباط باشیم. تشکر بسیار از شما، خیلی ممنون. زمینه رو مساعد ساختین بر ما که چند دقیقه با شما صحبت داشته باشیم. خواهش میکنم. تا برنامه بعدی، بدرود.